سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. یه هوای خیلی عالی داریم، یه لوکیشن بی‌نظیر، واقعا بی‌نظیر. حال آدم اصلا از این رو به اون رو میکنه. خیلی دوستتون داریم. امیدواریم که همیشه شاد، سرحال، ثروتمند، سعادتمند، همچی خوشحال و باحال باشید دیگه. همیشه دوستتون داریم. تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین ویدئوی ممکن، بهترین محتوای ممکن رو تو کانالمون قرار بدیم تا کاربردی باشه، تا بتونین ازش استفاده کنین و نتیجه خوب بگیرین. اگرم میبینین ما تو گذاشتن یک ویدیو یه ذره زمان میبره، یه ذره طول میکشه، میخوایم که اون نتیجه واقعیه رو داشته باشین دوستان. خیلی دوستتون داریم. ممنون که کامنت میذارین، نظر میدین، انرژی میدین. خیلی کلی اومدیم امروز بالاخره میدین دوستان. خیلی به ما گفتین، از ما سوال کردین آقا چجوری کندوی کف باز بسازیم، آقا چجوری این کفیه کندو رو ما بسازیمش. دوستان ما الان در حال تکمیل کردن وسایل مورد نیاز واسه یه ساخت کندوییم. هنوز نمیتونیم خودمون به صورت عملی بسازیم، فیلم بگیریم بهتون نشون بدیم، اما امروز اومدیم یک معرفی کامل بهتون بگم که چی کار کنین، چی جوری بسازینش که راحت باشه. دوستان بذارین این اول بذارم کنار، این آخر سر. بچه یکی از عوامل مهم توی ساخت کندوی کفباز ابعاد این نیست، ابعاد این بستگی به اندازه کندوهاتون داره، مدل طبقه‌ای که میذارید. مهمترین عامل اینه دوستان، این اندازه است. دقت کنین، یعنی ارتفاع کفی واسه قرارگیری زیر کندو مهمترین عاملشه. که فکر نکنین شما علاوه فقط زیر کفی کندو رو در بیارین تمومه، نه، باید یک اندازه باشه. این اندازه به عنوان عایق هوا ازش استفاده میشه دوستان و باعث میشه که اون رعایت بشه اون موضوعاتش. یه لحظه بیاین نزدیک اسلام جان. دوستان میخوام اندازه دقیقش رو بهتون نشون بدم. نگاه کنین، یه چیزی هلوهوش دقیقا فیت 10 سانتی متر. دوستان باید زیر کندو هلوهوش 10 سانتی متر این درست بشه که زمانی که وارد کفی میشه 1 سانت داخل این میره، یه چیزی هلوهوش 9 سانت باقی میمونه، به عنوان عایق میشه ازش استفاده کرد. بچه ها توی ابعاد این دقت نکنین، نگاه کنین 4 تا تیکه چوبه، یعنی شما هر جایی برین اندازه طبقی که میخواین بزنین، اندازه طبقی که میخواین بزنین رو ببرین توی اون نجاری یا همونجا که اگه خودتون وسایلشو دارین. این برای ما طبقمون مربعه، یا به بیشتر موقعش میگن ترکی مربع هستش، اندازش معلومه، یه چولش 45. ما اینو برش میدیم، اندازهاشو گرفتیم، به هم وصلش میکنیم. مهمیش این اندازه ارتفاعشه دوستان، و اینکه یک توری داخل این باید توری قرار بدین که نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت. نگاه کنین اندازه توری چه بهترین و مناسبترین توری ممکنه واسه اینکه موجودات از داخلش نرن، و اینکه شما زمانی که دارین کنه کشی میکنین یا دارین دارو میزنین موجودات از داخلش رد بشن، موجودات ریز مثل کنه. دوستان این زیر این قرار میگیره به این راحتی، 10 سانت از زیر فاصله داره. برای قرارگیری پرواز، در پرواز شما میتونید هم روی طبق هم روی کفی اجرا کنید، اما ما زمانی که روی طبق اجرا کردیم از زمانی که روی کفی اجرا کردیم جواب بهتری گرفتیم. حالا شما میتونین روی کفی اجراش کنین، این اصلا چیزی نیستش که بگیم حتما به این شکل باشه یا حتما به اون شکل. دوستان و این که یکی دیگه از موضوعات این که حتما ما نمیگیم که شما کندوهاتون رو کف باز کنین. دوست دارین کف باز کنین، دوست ندارین کف بسته باشه، ما هیچ وقت اصرار نکردیم و هیچ وقت هم اصرار نمی کنیم. اما دیدین که جوابش چطور بوده، دیدین که درصد بازدهی زنبور هلوش 70% بیشتر از کفی کف بسته بوده دوستان. و همچنین یه چیز خیلی مهمتر دوستان، یه لحظه داخلش نشون میدی. بله. بچه‌ها بعضی موقع میگیرن طبق کوچیکو نیم طبقو میذارن روی کفی و بعد میان بهش قاب بزرگ میدن، میگن خب جا میشه دیگه. دوستان اینجوری نیست، باید این عایق 10 سانتی حفظ بشه زیرش، باید حتما این الان قاب کوچیکه. نه این قاب بزرگ. آره آها این قاب بزرگ. دوستان نگاه کنین، باید این فاصله زیرش حفظ بشه، نه اینکه شما یک نیم طبق بذارین بعد داخلش قاب بزرگ بذارین که بیاد تا پایین. این باید حفظ بشه، این اندازه مهمترین بخش
ساخت کفی کفباز کندو دوستان. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. یه بار دیگه هم بذارین کامل بهتون نشونش بدم، نگاه کنین. و اینکه بچه ها میپرسن توی زمستون میترسی، یه موقع آقا کفی چیکار کنیم؟ آقا سردشون نشه. بچه ها کندوی کفباز برای زمستون ساخته شده. حالا شما مشکل داریم باش، میگین یه موقع سردشون نشه، نگاه کن، تخته سلا درست شده، خیلی شیک. داخل زیرش دوتا ریل تعبیه شده. این دوتا ریل شما میتونین هر موقع که نیاز بود به این شکل ببندینش. تموم شده رفت. میشه کندوی کف بسته، یعنی همون چیزی که شما دارینش میخواین کف بازش کنین که بعدا زیرشو ببندین دوباره که نیازی هم نیست. به این شکل یه تخته سلاح میتونین حلب بزنین، میتونین یه چیز پلاستیکی بزنین، فرقی نمیکنه. مهم و مهم و مهم اندازه ارتفاعشه و اینکه کیپ بشه داخل یک طبق یا نیم طبق. از طبق باید با قاب بزرگ استفاده بشه، از نیم طبق باید قاب کوچیک استفاده بشه تا عایق هواییش رعایت شه. خیلی دوستتون داریم، حتما بسازینش. میبینین که چیز خاصی هم نره، 4 تا تیکه چوبه، با داخلش هم یه توری خورده. بیا کامل اینم به چرخونم، نگاه کنن دوستان همه چیزشو ببینن که توریش هم چجوری خورده. یه کلاف دیگه توشه دیگه، همین چیزه. هیچ چیز خاصی نداره، فقط 4 تا تیکه چوب کلاف شده، بقیهش خوشگلیشه و شما دوست دارین حالا جوری که تزیینش کنین. مهم و مهم ارتفاع. خیلی دوستتون داریم، امیدواریم که بسازین، لذت ببرین و همیشه کندوهاتون پر جمعیت روز به روز دوال افزایش. اصل بردارین، خیلی عالی، مخلصین.